سلام، شبکه میستریز رو تماشا میکنید. امروز میخواییم به موضوع آیات شیطانی و یا آیاتی که از الهام جنیان گرفته شده بپردازیم. میدونیم که سالها پیش فردی به نام سلمان رشدی کتابی نوشت در مورد مسائل سحرآمیز و در اون کتاب که در چندین فصل تدوین شده بود به موضوع داستانی پرداخت در به نام شخصیت فردی در شخصیت ماهوند که این شخصیت در داستان آیاتی رو از جنیان الهام گرفت و در کتابی نوشت و این داستان چون شباهت‌های زیادی به دین اسلام داشت موجی از مخالفت‌ها رو با خودش شروع کرد و این داستان به روایت قرانیق اشاره می‌کنه که برخی از مسلمانان به اون اعتقاد دارن. ما امروز فقط می‌خوایم قسمت‌هایی از اون کتاب رو که در این موضوع هست بررسی کنیم و برای شما بخونیم. خب همونطوری که میبینید نام کتاب آیات شیطانی هست. اگر به صفحه 70 مراجعه کنیم در اینجا میبینید که فصل دوم به نام ماهوند شروع میشه و در صفحه 71 به یک موضوع ایمانی و دینی اشاره میکنه و میگه سوال: نقطه مقابل ایمان چیست؟ نه، جواب بی ایمانی نیست، چرا که بی ایمانی بیش از اندازه قاطع، بسته و مسلم است. بی ایمانی خود گونه ای ایمان است، شک. این خمیره انسان است. اما فرشتگان چگونه اند؟ آنان که در نیمه راه میان الله خدا و انسان اندیشمند قرار گرفتند. آیا فرشتگان نیز تا به حال گرفتار شک گشتند؟ بله، آنها روزی برخلاف خواست خدا قرولند کنان زیر اورنگ الهی پنهان شدند و با جسارت از آنچه هم ممنوع بود پرسیدند. خب حالا به صفحه 71 میریم. پس این فصل به موضوع ایمان میپردازه. در صفحه 71 میبینیم که فردی معرفی میشه که در ابتدا می نویسه سوداگر، ولی بعد که جلوتر میریم اشاره ها بیشتر نزدیک میشه. می خونم براتون، خودتون ببینید چی نوشته. میگه سوداگر: ظاهرش چنان است که باید باشد، پیشانی بلند، بینی عقابی، شانه های پهن، باسن باریک، دارای قد متوسط و ظاهری فکور است و تیلسانی دو تکه و عادی بر تن دارد که درازای هر تکهش 4 ال است و وی یکی را به دور بدن پیچیده و دیگری را ردا وار بر شانه افکنده است. چشمانش درشت و مژگانش بلند و دوشیزه وار است. گامهایش نسبت به پاهایش بی اندازه بلند می نماید، اما وی مردی سبک پا است. یتیمان می آموزند چگونه چون هدفهای متحرک به سرعت گام بردارند، واکنش نشان دهند. احتیاط کن، زبانت را نگه دار. از میان بوته های تیر و در درخت حنا می آید و از روی سنگ ها با دست و پا بالا می رود. مردیست سالم، از آن رباخارهای نرم شکن نیست. و بله، یک بار دیگر بگویم، این باید سوداگر عجیبی باشد و الا که از همه چیز بریده و سر
به کوه و صحرا گذاشته، از کوه حرا بالا می رود و گاه تا یک ماه در بالای کوه می ماند که تنها باشد. نامش نامی رویایی است که در رویا تغییر یافته. اگر صحیح تلفظ شود آن که شایسته سپاس است معنی می دهد، اما در اینجا به آن نام خوانده نخواهد شد. آن که از حرای پیر بالا و پایین می رود نام دیگری است که در جاهلیه به وی دادند و اگرچه نیک از آن آگاه است، در اینجا به آن نام نیز خوانده نخواهد شد. در اینجا او نه ماهومت نام دارد و نه ماوهامرد، بلکه بر چسب شیطانی را که فرنگی ها بر او نهادند پذیرفته است. ویک ها، محافظه کاران و سیاهان همگی بران شدند تا نام هایی را که دیگران از روی تحقیر و از سر اهانت بران نهاده بودند با غرور به کار برند و از این راه نام را به نیرو مبدل کردند. از این همین رو گوشنشین ما نیست که کوه میپیماید و انگیزه پیامبری دارد ماهوند نامیده خواهد شد. ماهوند مترادف با شیطان، نامی که در قرون وسطا کودکان را از آن میترساندند. خب به اینجا که میرسیم میبینید که از کوه حرا داره حرف میزنه. ببینید کوه حرا خب جایی هست که حضرت محمد اونجا میرفته پرستش میکرده و بعدش این که به شهری به نام جاهلیه اشاره میکنه. خب شهر جاهلیه هم همون به اعراب جاهلیت اشاره میشه. خب پس میبینید که نزدیک به حضرت محمد و اینجا میبینید که حتی میگه که ماهومت یا همون اسم اون آدم آن که شایسته سپاس است معنی میده. خب آن سپاس یه جوری میشه گفت اسم حضرت محمد هم به معنای سپاس یا شایسته سپاس معنی میداده، یعنی اونجوری که من بیشتر درس خونده بودم به من هم اینو گفته بودن. خب حالا به قسمت های دیگه کتاب میریم. اون ماهوند رفته بود بالای کوه و در غار حرا و یک موجودی، حالا فرشته یا هر چیز دیگه، باش حرف زده بود و بهش یک قول و قرارایی داده بود. این قول و قرار رو به دوستانش میاد میگه توی شهر به هم پیمانان خودش. حالا من میخونم اینجا رو. میگه که در ثواب او این است که الله پرستش لات و عزا و منات را جایز بشمارد، در مقابل ضمانت میکند که مانع نخواهد شد و حتی ما را به رسمیت میشناسد، به این نشان که مرا به عضویت در شورای جاهلیه برمیگزینند. این بود پیشنهادش. این پیشنهادی بوده که اون فرشته یا موجودی که با بهش الهام میکرده اینو بهش داده، بهش اینو گفته و بعد میاد اینو به دوستانش میده اینجا توی این قسمت. خب به صفحه 88 و 89 میریم تا بقیه قسمت رو بخونیم. ببینید از پایین صفحه 88 شروع میشه و داستان رو برامون میگه. ماهوند با صدای رعداسا میگوید ستاره و کاتبین شروع به نگارش میکنند. این احتمال همون سوره نجم باید باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، در کنار پروین هنگام طلوع آفتاب همراهت خطاب نمی کند، به بیراهه نیز نمی رود. منظورش خطا بوده، همراهت خطا نمی کند، به بیراهه نیز نمی رود و امیال شخصیش او را به سخن گفتن وا نمی دارد. این وحی است که بر او نازل شده، آن که قدرتش بیکران است آن را به وی آموخته. سالار همه نیروها در افق افراشته ایستاد، آنگاه نزدیکتر شد، نزدیکتر از طول دو کمان و آنچه را که نازل شد به خدمتگزار خیش الهام کرد. هنگامی که چشمانش با آنچه که دید افتاد، دل خدمتگزار پاک بود. پس آیا شما جسارت آن را دارید که نسبت به آنچه دیده است شبهی به دل راه دهید؟ من نیز او را کنار درخت سدره که در انتها در نزدیکی باغ آرامش قرار دارد دیدم. هنگامی که آن درخت پوشیده بود دیده بر نگرفتم و نگاه هم منحرف نشد و برخی از
والاترین نشانه های خداوند را دیدم. و سپس بی هیچ درنگ یا تردیدی دو بیت دیگر را نیز می‌خواند: آیا به لات و عزا و منا که سومین است اندیشیده اید؟ پس از شنیدن نخستین مصرع هند برمیخیزد و شیخ جاهلیه صاف میستد. ماهند با دیدگان خاموش قرائت میکند. آنان پرندگان متعالی اند و شفاعتشان واجب است. خب این همون آیه که روش بحث هستش. مادام که سر و صدا و هیاهو فریاد و فریاد هورا شایعه فریادهای حاکی از پرستش الهه لات بالا میگیرد و درون چادر بزرگ تنین میافکند، جماعت شگفت زده با صحنه مهیج تازه‌ای روبرو میشوند. شیخ ابو سیمبل دو شست خود را بر لاله های گوش مینهد و در حالی که انگشتانش را تکان میدهد با صدای رسا تکرار میکند الله اکبر و سپس به زانو میفتد و پیشانی را با احتیاط بر زمین مینهد. همسرش هند نیز بر بلا فاصله از او پیروی می کند. خالد حامل آب در طول این وقایع کنار در باز چادر ایستاده و اکنون که همه در آن اجتماع کرده اند با وحشت می نگرد. همه حاضران در چادر و زنان و مردان بیرون از آن ردیف به ردیف زانو میزند. این حرکت از هند و شیخ آغاز شده و موج وار همه جا را فرا میگیرد. پنداری آن دو سنگ ریزه هایی بودند که به درون دریاچه ای پرتاب شدند تا اینکه همه مردم داخل و خارج چادر در برابر پیغمبر چشم بسته که سه الهی حامی شهر و مقدس شمرده به زانو افتاده باسن ها را ندارند. حامل آب که بی اختیار می گرید به درون قلب خالی شهر ماسه می دود و اشکهایش که بر زمین می ریزد چنان آن را سوراخ می کند که انگار نوعی اسید خطرناک با آن مخلوط است. ماهون بی حرکت می ماند و بر پلک چشمان باز شدهش اثری از رطوبت به چشم نمی خورد. خب ببین اینجا اون آیاتی هستش که ماهون اینجا همون آیاتی هست که ماهوند یا همون میشه گفت چون شباهت زیادی ماهوند تو این داستان به حضرت محمد داره، حضرت محمد برای مردم مکه میخونه و اونها براش سجده میکنن چون اون سه بوتی که در مکه به نام لات و عزا و منات رو میپرستیدن اونها رو در یک زیر مجموعه خدا قرار میده. یعنی یه جوری میگه که اینا بعد از خدا اینا پرندگانی هستن برای خدا و اونا رو باید ما بپرستیم. و وقتی این آیات رو به مردم میگه همون جوری که بهش الهام شده بود مردم جلوش سجده میکنن. حالا بریم ببینیم تو قسمت های بعدی چی گفته. خب برای قسمت های بعدی باید به صفحه 96 بریم که در صفحه 96 کتاب ببینیم چی داریم. خب ببینید من فقط دارم براتون میخونم دیگه، خودتون بعداً چیز میکنید. میگه که پس از این کشتی با جبرئیل ملک مقرب، ماهوند پیغمبر هلاک از خستگی به بیخوابی که همیشه بعد از مکاشفه دست میدهد فرو میرود، ولی این بار زودتر از همیشه سرحال میآید. وقتی در آن بیابان افراشته به هوش میآید هیچ کس در اطرافش نیست. دیگر موجودات بالا روی سنگ ها قوز نکرده اند. اهمیت خبر به حدی است که از جا می پرد. به صدای بلند خطاب به فضای خالی می گوید آن شیطان بود و به بیانش آن را به حقیقت می پیوندد. آن دفعه شیطان بود. این است آنچه هنگام گوش فراد دادن شنیده است. شیطان هیله به کار زده و در هیبت جبریل بر او ظاهر شده. به این خاطر آیاتی که از بر کرده بود همان هایی که در چادر شعرا خوانده بود آیات واقعی نبودند، بلکه نقطه مقابل و شیطانی آیات بودند، نه خدایی بلکه شیطانی. با شتاب هرچه تمامتر به شهر باز می‌گردد تا بطلان آن آیاتی را که بوی گند گوهر بو گردشان آدم را خفه می‌کند اعلام کند، تا برای ابد از همه نوشته پا
پاک شوند و شاید فقط در یکی دو کلکسیون سنت های قدیمی، آن هم از آن کلکسیون هایی که چندان قابل اعتماد نیستند، باقی بمانند. و مفسرین جزمی در انکارشان بکوشند. ولی جبرئیل که آن بالاها می پلکید و از بالاترین زاویه دوربین به صحنه می نگریست، راز کوچکی را می داند. فقط یک چیز خیلی کوچک که در اینجا کار دست آدم می دهد، این است که هر دو دفعه خودم بودم. بابا، بار اول من بودم، بار دوم هم خودم بودم. هر دو سلسله ابیات، هم ابیات اولی و هم ابیات سری دوم، در رد آنها بیت و ضد بیت، ابیات بد و ابیات خوب، همه‌شان و ما می‌دانیم دهانم از چه طریق باز و بسته می‌شد. ماهوند شتابان در راه جاهلیه زیر لب می‌گوید بار اول کار شیطان بود، اما این بار فرشته بود. شک ندارم خودش بود که من رو در کشتی زمین زد. خب حالا من کل کتاب رو چون نخوندم، شاید برای شما یکم عجیب باشه که درباره چی صحبت می‌کنه، ولی اگه کل کتاب رو شما بخونید، کل این قسمت درباره این صحبت می‌کنه که وقتی حضرت محمد می‌خواست، یا همون ماهون توی داستان، هر وقت که می‌خواسته بهش یه سری چیزای الهام بشه، اون فرشته میومده باهاش یه اتفاقایی میافتاده، مثل اینکه اون فرشته از به محمد میچسبیده و با همدیگه یه جوری مثل کشتی گرفتن داشتن انجام میدادن و خیلی سخت بود و انرژی زیادی لازم داشته. و بعد وقتی محمد به خواب فرو میرفته، یک سری الهاماتی رو میگرفته و یا اینکه از شکمش یه صداهایی میومده بیرون که از اون صداها اون میفهمیده که اون آیات چی هست و اون آیات رو به خاطر نیست بود. اینا چیزایی هست که سرمرشدی توضیح داده، من نخواستم همه رو بگم. ولی خب ما میخواییم باز به قسمت های بعدیش بریم و ببینیم که بالاخره این داستان به کجا میرسه. پس به صفحه 97 میریم تا ببینیم این آیاتی که دوباره بهش گفته بود چی بودن. خب می‌بینیم که تو صفحه 97 قسمت بعدی داستان، اون آیات جدیدی رو که از فرشته گرفته بود میاره و میخونه. بازم میخوام یه بار دیگه تکرار کنم، شما در شبکه میستریز رو دارید تماشا میکنید و میتونید شبکه ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و جزی از خانواده میستریز باشین و نظراتتون رو برای ما بگین و فیلم های بعدی ما رو ببینین. اگر سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین، هر دفعه که ما فیلم بذاریم، خب فیلم های ما برای شما میاد. این قسمت ماهوند، همون حضرت محمد، وقتی که میره به شهر جاهلیه و دوباره دوستان خودش رو، همپیمانان خودش رو، مثل سلمان رشدی، مثل بلال حبشی و حمزه میبینه، میره بهشون میگه که بر اساس داستان این که سلمان رشدی نوشته، میره و به اونا میگه که بله، این آیاتی که من برای شما آورده بودم در ابتدا، اینها از طرف فرشته خدا یا جبرئیل نبود، اینها از طرف شیطان بود و شیطان در ابتدا در شکل فرشته‌ای به نام جبرئیل خودشو به ماهوند نشون میده و به اون میگه که اگر این سبوت رو که لات و عزا و منات هست رو به مردم بگی که زیر دست خدا هستن و اونها رو پرستش کنن، من تو رو به شورای شهر جاهلیه منصوب میکنم. و بعدش این آیات رو باید براشون بخونی. و ماهوند، یا همون به تعبیر میشه گفت محمد، این کارو میکنه و در شهر اون آیات رو میخونه و بعد این آیات رو وقتی میخونه همه قبول میکنن و بعدش یه سری اتفاقاتی میفته که نمیخوایم به جزئیات بپردازیم، ولی محمد بین این نتیجه میرسه که اون فرشته‌ای که اون این آیات رو بهش گفته، اون فرشته خدا یا جبرئیل نبوده و اون شیطان بوده. و بعد دوباره به کوه حرا میره و یک فرشته‌ای یا شیطان یا هر چیزی به او آیاتی رو میاد به او میگه و او این دفعه به این نتیجه میرسه که
این آیات از طریف جبرئیل بوده این دفعه و اون آیات شیطانی است و اون آیات رو میاره و به دوستانش میخونه و که ببینید این آیات اول از طرف شیطان بود و که در آیات اول میگه لات و عزات و بنا پرندگان خدا هستن و باید پرستش بشن، ولی در آیات سری دوم میگه که آیا شما پسران رو برای خودتون میپذیرید ولی آلات و اون لات و عزا و منات رو به عنوان دختران خدا میدونید و این یک تقسیم ناعادلانه هستش و شما خودتون دختران رو انتخاب میکنید ولی برای خدا برای خودتون پسران رو انتخاب میکنید ولی برای خدا دختران رو انتخاب میکنید و اینجا تقریبا آخرای داستان هست. ولی خب خود اون فرشته میگه که خب همون اولش خودم بودم آخرش هم خودم بودم و خب میریم به فصل بعدی در نهایت. He was always doing battle against racism and for minorities, as well as somebody who produced these extraordinary books. Rushdie's next novel, The Satanic Verses, would be his most ambitious to date. This highly complex exploration of migration and the loss of faith spans 547 pages. It had taken him 5 years to write. Viking Penguin Books paid a record 850 احمد سلمان رشدی، مسلمان زاده، متولد بمبئی، در نیمه شب 28 خرداد 1326 خورشیدی 14 سالش بود که رفت انگلیس برای تحصیل. در آغاز دهه 60 میلادی شروع تغییرات اجتماعی و فرهنگی در غرب. رشدی دانشجوی کمبریج بود که با جنبش دانشجوی چپ اروپا پیوند خورد و یکی از پاهای همیشه تظاهرات ضد جنگ ویتنام شد. تا پیش از 34 سالگیش دو تا کتاب قصه منتشر کرد که نگرفت، اما در سال 1981 دو سال بعد از انقلاب 57 بچه های نیمه شب ازش منتشر شد که هم سبک رئالیسم جادویی ویژه رشدی از همونجا آغاز شد و هم ناگهان رشدی رو به جهان ادبیات شناسوند. بچه های نیمه شب با ترجمه مهدی صحابی تو ایران بهترین کتاب سال جمهوری اسلامی شد. بچه های نیمه شب توصیف هنده. هند به گفته رشدی نسلی که همراه با استقلال هند به دنیا اومد، مثل خود سلمان رشدی. بعد رمان شرم او یک شهرت جهانی دیگه برای او بود. رشدی با جیمز جویس مقایسه شد. سلمان رشدی درباره رمان شرم و آیه های شیطانی میگه رمان شرم درباره پاکستان، کشوری که پدر و مادرم در آنجا پناه گرفتند. آنها نیز چون بسیاری از مسلمانان از آزار هندوها گریختند. پس از نقل آنچه تا آن زمان گذشته بود، خواستم بخش دیگری از داستان زندگیم را بازگو کنم. مهاجرتم به انگلستان. 14 ساله بودم که به این کشور آمدم. غریب و از سرزمین خود واکنده بودم. در اینجا سرما، تحقیر و نجات پرستی انتظارم را میکشید. اما بعدها دنیای دیگری یافتم. دنیای تازه با ارزش‌های متفاوت. و طرح کتاب آیه های شیطانی از این تجربه مایه گرفته است. میخواستم روند مهاجرت را توصیف کنم. از یک سو آن همه شکستگی و واکندگی و رنج و تحمل و از سوی دیگر کشف و دریافت ارزش‌های نو. زبان و سبک رشدی در همه کارهاش از بچه های نیمه شب به این طرف زبان شاعرانه در فضای سیال و خیالانگیز با رفت و برگشت های به رویدادهای زمانه به تاریخ و به ادیان ویژگی منحصر به فردی به کارهای رشدی داده که همه معتقدند کارش قابل تقلید نیست. روشنک داریوش در مقدمه ترجمه فارسی آیه های شیطانی نوشته رمان آیه های شیطانی با سقوط دو مرد از آسمان آغاز می شود. جنب و جت ربوده شده بستان بر فراز دریای مانش منفجر می شود و دو تن از مسافران به طرز معجزه آسایی زنده و سالم بر زمین سقوط می کنند. این دو جبرئیل فرشته و سلدین چمچا یا همون صلاح الدین چمچه نام دارند و حرفشان هنرپیشگی است. سه شنبه پیش تازه ترین کار رشدی به بازار کتاب اومد، همزمان در 27 کشور با ترجمه به چندین زبان. خود رشدی در یکی از کتاب فروشی ها در آمریکا با حدود 400 نفر از علاقمندان آثارش نشست و گفتگو کرد. کتاب جدید اسمش هست جوزف آنتون، دو اسم اول جوزف کنراد و آنتون چخوف، اسم مستعاری که پلیس انگلیس از او خواسته بود که انتخاب بکنه همون بعد از صدور فتوای آقای خمینی و او اسم اول دو نویسنده مورد علاقه‌اش رو به عنوان اسم مستعار خودش انتخاب کرده بود. زمینه کار در کتاب جوزف آنتون
سالهای زندگی پنهان سلمان رشدی بعد از فتوای آیت الله خمینی است. به وبسایت سلمان رشدی اگر بتونید برید، بخشی از کتاب رو، همین کتاب جدید و جوزف آنتون رو، با صدای خودش میتونید بشنوید. How does it feel, she asked him, to know that you have just been sentenced to death by the Ayatollah Khomeini? It was a sunny Tuesday in London, but the question shut out the light. This is what he said without really knowing what he was saying. It doesn't feel good. This is what he thought. I'm a dead man. سلمان رشدی از احساسش میگه وقتی که در یک سه‌شنبه آفتابی از فتوای آیت الله خمینی علیه خودش مطلع میشه و میگه دیگه تمومه، من مردم. از سلمان رشدی تا حالا 16 رمان منتشر شده که بعضیاش پرخواننده ترین رمان های موجودن نمر سلمان رشدی بعد از فتوا. بچه های نیمه شب، دلقک شالیمار، شرم، همین آیه های شیطانی و هارون و دریای قصه ها. بعد از صدور فتوای خمینی علیه رشدی، خب حمله های به کتاب فروشی ها در بعضی از کشورها شد. دو تا از مترجم های رشدی ترور شدن و یکی از کتاب فروشی ها که آتیش زده شد در لندن بود که برادران کامران که یکیشون الان وزیر علومه و یکیشون رئیس دانشگاه آزاد آتیشش زدن با 4 نفر 5 نفر دیگه. این هم طنز تلخ روزگاره واقعا که وزیر علوم و آموزش در جوانی کتاب فروشی آتیش زده باشه. بعد از آتیش زدن کتاب فروشی فروشنده آثار رشدی، کارمند دانشجو از انگلیس اخراج میشه. امروز وقت دارید که این کشور رو ترک بکنید، در غیر این صورت میایم با شما رو میگیریم و بعد زندان میکنیم و بعد از زندان هم شما رو میفرستیم، یعنی 6 ماه زندان میکنیم و بعد هم میفرستیم برید. حالا سعی میشه که همون فضا ایجاد بشه. خب میبینید که اینجا، خب میبینید که اینجا به داستان زندگی سلمان رشدی پرداختیم و سعی کردیم کتابش رو به صورت خلاصه بررسی کنیم و موضوع رو یکم به صورت ساده توضیح بدیم. بقیه برداشت از این فیلم به دست خود شماست و میتونید برداشت کنید که داستان چه چیزی میتونه باشه. ولی میخواستم ازتون تشکر کنم که تا اینجا برنامه ما رو دیدین. میتونین جزء خانواده میستریز باشین و جزء اعضای ما باشین و شبکه ما رو لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب کنید تا فیلم های بعدی به دستتون برسه به صورت خودکار و از بروزترین فیلم های ما آگاهی پیدا کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.